أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اگر می شود خدا را دوست داشت اما مهر پیامبر را در دل نداشت. نه، امیدوار شدیم. گویا با نزول زلیخا تصمیم گرفتن کمی عاقل شدن. خداوندی که روزی دهنده و نجات دهنده مردم مصر است. روزی در ابتدای جوانی برای پوتیفار صدر اعظم پیشین کتابی می‌خواندم که آینده مصر را پیشگویی کرده بود. در آن کتاب نوشته شده بود روزی خواهد رسید که در مصر معیارها دگرگون شده، ثروتمندان با فقیران جای خود را با یکدیگر عوض می‌کنند. ثروتمندان کاخاب و غلامان خود را از دست خواهند داد و بردگان و ستم دیدگان آزاد شده بر سرنوشت خود حاکم خواهند شد. در آن روز آمون خدای مصریان پرستنده ای نخواهد شد. درود بر یوسفی پیامبر خدا، درود بر یاری دهنده زنبانشیم. پوتیفار خیلی دلش میخواست روزی شاهد تحقق این پیشگویی باشد، اما عمر او کفاف نداد و اینک شما شاهد تحقق آن پیشگویی است. شاید بسیاری از بزرگترهای مصر به یاد داشته باشند که روزی در همین شهر تبس در میدان برد فروشان همه مردم جمع شده بودند که کودکی را به بردگی خریداری کنند.
امروز همان کودک برده صاحب و مالک مردم مصر است. یک روز شما میخواستید ارباب یوزارسیف بزرگ شوید و اکنون او ارباب شماست. آری، آن روز پوتیفار آن کودک را خریداری کرد و امروز آن کودک همه ما را خریدار شده. دانستم همان روز آن کودک را با دستان خودم خفه می‌کردم. همه اینها نشانه اراده‌ای فوق اراده ها و قدرتی فراتر از همه قدرت هاست. ولی من تا امروز نه یوزارسیف را ارباب احساس کردم نه خود را برده. چه کس گفته که این بردگی است؟ این بردگی را ما هزار بار عزیزتر می‌داریم از آزادی و ارباب بودن. امروز شما را به اینجا فراخواندم که از قید بردگی یوزارسیف و حکومت مصر آزاد کنم. مردمی که بندگی خداوند یکتا را پذیرفتند نباید بنده و برده هیچ حکومت و قدرتی باشند. امروز شما سند آزادی خود و خانواده هایتان را دریافت کنید. از امروز همه آزاده. الا آنان که پیش از این آزادی دیگران را سلب کرده بودند. الا بردهداران و سرمایه داران که از دسترنج مردم به ثروت و مکنت رسیده بودند. آنان همچنان برده باقی خواهند ماند. یوغ بردگی به گردن آنان نمی نهیم، اما اگر خطایی مرتکب شوند به سختی مجازات خواهند شد. من مردم مصر را نخریدم مگر اینکه برده ها و ستم دیدگانشان را آزاد و برده داران و ستمگرانشان را در بند کنند. این بود راز به بردگی کشیدن مردم مصر. پرهای جناب یوزارسیف هیچ کابی لب نبوده. او با این ترفند خوب و بد را از یکدیگر جدا کرد. سخنان عزیز مصر بی‌شباهت به سخنان انبیا نیست. او ناجی مصر است. از فردا مسئولین تمام سیلوها موظفند به مردم گندم رایگان بدهند. اینک حکومت مصر موظف از شکم مردم را سیر کند. چه آنان که امروز آزاد می شوند و چه آنان که برده باقی می مانند. به زودی به خواست خداوند قحطی پایان می پذیرد. فقط تا پایان زمان قحطی باید رعایت اعتدال و صرفه‌جویی را بنماییم تا دچار کمبود نشویم. پیشتر اینجا معبد آمون بود. از این پس در این مکان خداوند یکتا ستایش خواهد شد. در مراسم بعد باید اینجا را از تندیس های آمون و آثار شرک پاک کنیم.
یوسف. چه کسی مرا به نام کنعانی هم صدا زد؟ یوسف، یوسف، زلیخا، اینجا چه میکنی؟ به انتظار شما بودم. چرا اینجا؟ از کجا دانستی مرا اینجا خواهی یافت؟ دیروز پس از اینکه شما رفتید از خداوند خواستم اگر صلاح میداند مهر رسولش را در دلم جای دهد. نمیتوانستم تحمل کنم عشق خداوند در قلبم باشد اما از مهر رسولش اثری نباشد. نیت کردم به اینجا بیایم، جایی که سالها آرزوی وصل شما را انتظار کشید. میدانم انتظار سخت است، سخت تر از آن تنهایی است که میشنیدم. همه میگفتند بس کن، تا کی میخواهی در انتظار یوسف بمانی؟ با خود گفتم اگر این بار هم نیامدید معلوم است اراده خدا بر این وصلت نیست. ولی آمدم. آیا آمدنم نشانه رویدن جوانی عشقی دوباره است؟ من هم آمدم تا نبی خدا مرا چون دیگر مردم مصر به بندگی بپذیرد. ولی من از امروز همه مردم مصر را آزاد کردم. من آزادی نمیخواهم. آمدم تا در بند باشم. مبارک است. این بندگی مبارک است. شما شاهد باشید. زلیخا خود را در بند می‌پسندد. هم ده برادر کنعانی داخل شدیم. به خاطر دارم گفت او را در کاروانسرای بازار برده فروش ها بیاد. درست است، باید از این طرف برویم. پس لابی کجاست؟ لابی؟
لابی. سلام برادر. لابی. سلام برادر. 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 خبرهای بسیاری دارم که باید در پورتال خوب عالی خوب است برای این نامه را که برای عزیز مصر فرستاده تقاضا کرده که بنیامین رو آزاد کنه. باید عزیز مصر را ببینیم. این نامه را باید به دست عزیز مصر برسانیم. باید به نزد عزیز مصر برویم. برویم. اینجا بمانید. مو باز میگردم. ما را بی خبر نگذارید. بنیامین شاهانه زندگی می کند و عزیز مصر مانند چشمان خود از او پذیرایی مراقبت می کند. تو خود دیدی یا از کسی شنیدی؟ من با چشمان خود دیدم. همه جا او را با خود می برد. حتی در یک عرابه در کنار خود قرار می دهد. یعنی او بردی مخصوص خود یوزارسیف شده؟ من می گویم بنیامین شاهانه زندگی می کند. آن وقت تو می گویی بردی مخصوص؟ او هم مانند برادرش یوسف مهره مار دارد. همچنان نظر عزیز مصر را به خود جلب کرده است که او را حتی لحظه از خود جدا نمی کند. از این طرف ما باید جناب یوزارسیف را ببینیم. ما از جناب پدرمان برای عزیز مصر پیغامی داریم. اجازه دهید وارد شویم. من این اجازه را ندارم. باید با جناب هورم هوب صحبت کنم. شما هم اکنون اجازه ندارید وارد قصر شوید. جناب مشاور، جناب مشاور، عرضی داشتیم. باز هم که شما دیگر چه میخوایید؟ می‌خواهیم عزیز مصر جناب یوزارسیف را ببینیم. از پدرمان برای ایشان نامه‌ای آوردیم. گمان می‌کردم با عملی که برادرتان مرتکب شد دیگر روی بازگشت به تپس را نداشته باشد. بسیار خوب، با من بیاید ببینم چه می‌کنم. بریم. سر بردار. بگویی چه میخواهید؟ اگرچه از خطای برادرمون شرمنده اید، اما بزرگواری عزیز مصر موجب شد که بار دیگر دست نیاز به سوی ایشان دراز کنم. هنوز در کنعان قحطی بیداد میکند. ما دیناری برای خرید و متاعی برای معاوضه با گندم نداریم و بضاعت من بسیار اندک است. فقط مقداری پوست و پشم و نخ آورده ایم که می دانیم اصلا در خور اعتنا نیست. امیدواریم عزیز مصر در قبال این متاع ناچیز امسال هم قبیله بنی اسرائیل را از قحطی نجات دهند. بسیار خوب، دستور می دهم این بار هم به شما گندم بدهم، اما در نوبت بعد باید بهای آن را به طور کامل بپردازیم. سپاسگزاریم. خداوند سایه عزیز مصر را بر سر ما پایدار بدارد. تقاضای دیگری هم داریم که امیدواریم عزیز مصر آن را بپذیرند. میشنوم. امیدوارم در مورد بنیامین نباشد. از قضا هست. عاجزانه از عالی جناب تقاضا داریم که او را با ما به کنعان بفرستند.
پدرمان دیگر تحمل دوری او را ندارد. نگفتم وضع بنیامین خوب است؟ هیچ شباهتی به مردها نداره. نامه پدر پدر نابینای من با چشم اشکبار نامه ای برای عزیز مصر نوشتند، اگر اجازه می دهید تقدیم کنم. بدامون از بنده خدا یعقوب به عزیز مصر یوزارسیف. خداوند سبحان همیشه بر ما دودمان رسالت و نبوت بلاها گماشت و ما را به مصائب گوناگون امتحان فرمود. جدم ابراهیم را با آتش نمرود امتحان کرد و عمویم اسماعیل ذبیح الله را به قربانگاه کشاند تا او را قربانی کند و مرا نیز به فراغ فرزندی که نور چشم و قوت قلبم بود مبتلا کرد. روز او را به صحرا بردند و پیراهن خونینش را باز آوردند. پسری داشتم که از مادر با یوسف برادر بود. او یوسف را از او استشمام می کردم و به جای یوسف او مرهم قلب داغ دارم بود. برادرانش او را نزد تو آوردند و باز نگردندند. شما او را به جرم دزدی به بردگی گرفتید. تردیدی نیست که سرقت را با اهل بیت رسالت نسبتی نیست. مخلص سخن این که مرا از فراق فرزندان نه توش توانی مانده و نه نور بصری. از شما میخواهم فرزند در بند مرا به سوی این پیر درمانده بازگردانی و مرا از غم رهایی بخشی. در این صورت تو را به دعای خیر مدد خواهم بود و اگر جز این کنی و بر این مهنت کشیده ترحم ننمایی، از جگر سوخته ناله‌ای سردهم که لهیب آن تا هفت پشتت را خاکستر کند و تو را توان مقاومت در برابر شرار آن نباشد. بنده خدا یعقوب. وای بر شما، با یوسف چه کردید؟ میدانید پدرتان به خاطر اعمال ناپسند شما چه رنجی کشیده است؟ گمان میکنم ذهن عزیز مصر را نسبت به ما مشوه کردند. ما گناهی نسبت به برادر و پدر خود مرتکب نشدیم. آن سند را آوردی؟ پس شما گناهی مرتکب نشدید. ما تا
جز حقیقت مطلبی نگفتیم، یقین بدانید. بسیار خوب. ما 10 برادر از اهالی کنعان برده خود یوسف را به مالک ابن زر به 18 درهم فروختیم، مشروط بر این که او را به سرزمین مصر یا سرزمین دوری ببرد که توان بازگشت به کنعان را نداشته باشند. لاوی و شمعون این نامه را مهر کردند. ظاهراً این خط شمعون است. شمعون کدام یک از شماست؟ ما در خانه کنیزی داشتیم که پسری شلوغ و نافرمان داشت. به ناچار پسر را به مالک نامی فروختیم. البته به خاطر اینکه از شرارت‌های او آسوده شویم. این سند مربوطه به بنیامین. اینها چه میگوین؟ خیرالی جناب، ما هیچگاه برده‌ای با این نام و نشان نداشتیم. هنوز هم دست از دروغ بر نمی‌دارید. این نامه نزد بانو زلیخا و شما چه می‌کند؟ نامه را من از یوسف گرفتم، همان یوسفی که به کاروانیان فروخته شده بود. میبینید که ما از همه چیز خبر داریم. برای ما باور کردنی نیست. شما از کجا همه چیز را میدانید؟ از این جام شنیدم. آن را میشناسید؟ همان جامی است که از بار گندم بنیامین پیدا شد. این جام با من سخن میگوید. این جام سخن میگوید. او با این صدا همه چیز را به من گفته است. میخواهید گفته های او را برای شما نیز باز بکنم؟ جام میگوید یوسف را برادرانش در بشت رو بسیار کردن و او را به سختی مشروط کردن. جام میگوید قصد کشتن او را داشتید. لاوی مانع شد و او را به درون چاه انداختید و تصمیم گرفتید به پدرتان بگوید که یوسف را گرگ خورد. من شاهد بودم پیراهن خونین برادرم را نزد پدر آورده و گفتید او را گرگ خورده. همه اینها را بنیامین به شما گفت. حقیقت ندارد. همه دروغ است. دروغ. جام شما حقیقت را میگوید. آنی جناب کوس رسوایی ما را فریاد میکند. بگذارید بگوید. میشنویم آنی جناب. شما برادرتان یوسف را به کاروانی که او را از چاه بیرون آورده بود 18 درهم فروختی. شما برادرتان را به بردگی فرستادید، غافل از اینکه او به میل خود می‌رود، چرا که می‌دانست رسالتی بزرگ در پیش دارد.
کاروانیان یوسف را در بند کرد و به بردگی به اینجا به مصر آوردند و او را در بازار برده فروش ها فروختند. من مالکم، همان که یوسف را از شاه بیرون آورد. خریدار یوسف، به خاطر می آوری؟ اجازه دهید بقیه سخنان جام را من رو میدم. پوتیفار صدر اعظم مصر یوسف را خریداری کرده و او را به همسرش زلیخا هدیه میکنه. یوسف را به شما هدیه داد؟ آره، من سالها مالک یوسف بودم. او در قصر من بزرگ و برومند شد. من نیز چون شما به او ستم کردم، بر علیهش دسیسه نمودم و به زندانش انداختم. خدا مرد مرا ببخشد. و یوسف 12 سال در زندان بود. سالها شکنجه، رنج زندان و کار در معدن سنگ را تحمل کرد تا اینکه ملک مصر فرمانروای بزرگ جناب آخناتون خوابی دیدند که همه معبران مصر از تعبیر آن باز ماندند. من می‌دانستم که یوسف معبر بزرگی است. یک بار در زندان خواب مرا به نیکی تعبیر کرده بود. خواب ملک مصر را برای یوسف گفتم و او به خوبی تعبیر کرد. تعبیر یوسف از خواب فرمان روا هم موجب آزادی ایشان از زندان شد، هم باعث نجات مردم مصر از قحطی و نابودی. اینک یوسف نبی همسر من و منسو و افراهیم فرزندان ما هستند. و آن یوسف اینک عزیز مصر است. یوسف، آیا به راستی تو یوسفی؟ برادر ما یوسف، عزیز مصر یوسف برادر ماست. داری من یوسفم و این برادرم بنیامین است. همون که نمیخواستی جانشین پدر شود، جبه ولایت و کمربند نبوت را از پدر به ارث برد. آره، من همان برادرم. خداوند بر من منت نهاده است. او اجر کسانی که تقوا داشته باشند و صبر پیشه کنند ضایع نمی. میبینی که سرفکنده و شرمساری. حال با ما چه خواهی کرد؟ برادر با برادر جز عفو و مهرورزی چه میکنن؟ ما هم برادر بودیم، پس چرا با تو این گونه ستم کردیم یوسف؟ من گذشته را فراموش کردم. همانجا درون چاه شما را بخشیدم. ولی من نمیخواهم بخشیده شدم. ما در حق تو ستم کردیم یوسف، اما تو نکن. این بخشش تو مرا میکشد. این بخشش بزرگترین مجازاتیست که در حق ما میکنی. تو را به خدا یوسف، تو را به خدا یوسف مرا مجازات کن. من از خود نفرت دارم یوسف. شاید این مجازات قدری از گناه مرا پاک کنند. این بخشش برای من از هر مجازاتی سنگین تر است. به راستی مجازات میخواهیم؟ آی نور چشم برادر، اگر مرا مجازات نکنی بلایی بر سر خود خواهم آورد.
حال که مجازات میخواهی پیش بیا. بزن یوسف، برام خدا بزن. من هیچگاه از تو و برادرانم کینه‌ای به دل نداشتم. به خدا سوگند، به خدا سوگند، سخت‌تر از این نمی‌توانستی مرا مجازات کنی. اگر با آن همه گناه مجازات نشوم، بیمان دارم که مرتکب قتل نفس شوم. من خود را نابود خواهم کرد. تو را به خدا تنبیهی، تو را به خدا مجازاتی. من دیدم که برادرانم با تو چه کردند و دم نزدم. من سالها دم فرو بستم و حقیقت را از پدر کدمان کردم. ببو شلات بند از بندم جدا کند. ببو با ضرب تازیان دیو گناه و درد کوری را از وجودم بیرون کند. این شرم را می کشد، این شرم را می کشد. آرام باش لافی. برادرم برخیز، برخیز. تا کنون چندین بار با شما رو برو شد، بارها اراده کردم شما را به سیبت بفشارم. درد سالهای طولانی فراق را فرو بنشانم. یعنی اجازه نداشتم. اما همه وجود شما برادرانم را دوست دارم و در آرزوی چنین دیداری لحظه شما را می‌کنم. احساس شرمندگی میکنم. خداوند مرا نبخشد اگر موجب شرمساری برادرم شد. خداوند را میبینی؟ من ستم کردم، من گناه کردم و یوسف شرمنده است. آیا ستمگرانی چون ما قابل بخشایشند؟ میبینی یهودا چه عزیز بزرگی را رنج دادی؟ رنجی که پدر از جانب ما کشید به مراتب سخت‌تر و بیشتر بود. او را چه کنیم؟ اگر ما را نبخشد به که پناه ببریم؟ پدر نیست شما را خواهد بخشید، به شرط آنکه توبه کنید. چرا این فراق پایان نمی‌یابد و این هجران این همه سال به درازا کشیده؟ گمان میکنم ماجرای جدمان ابراهیم و اسماعیل تکرار شده است. احساس میکنم پدرمان به تازگی اسماعیلش را قربانی کرده
از همین روی خداوند میخواهد اسماعیلش را به ما باز کند. علی جان، چه کسی این پیراهن را به پدر میرساند؟ من. اگر بتوانی بینایی پدر را به او بازگردانی، فکر میکنم بخشی از خطای خود را جبران کردی. اگر بتواند، که البته آن هم غیر ممکن است. اراده خداوند هر غیر ممکنی را ممکن میکند. برخیزید. این پیراهنی است که از جدمان ابراهیم به اسحاق، از ایشان به پدرمان و سپس به من رسیده است. لاوی، راه بیوفان را به پدر برسان. بر دیده او بیفکن. به خواست خداوند پدر بینا می‌شود. به نزد پدر برو و بگو تمام بنی اسرائیل بستگان را جمع کرده با خدم و حشم و وسایل زندگی به سوی مصر حرکت کنند. من با اخلاطون فرمان روای مصر صحبت کردم و تصمیم دارم شما را در منطقه مناسبی از منفیس اسکان دهم. کوشن بهترین منطقه منفیس است. قصد دارم برای بنی اسرائیل در آنجا شهر بنا کنم. مالک، وسایل سفر برادرم را فراهم کنید. به امید دیدار. شفای چشمان پدرم در گرو این پیراهن است. عجله کن، زودتر آن را به یعقوب نبی برسان. خدا نگهدار. امید دیدار. آری فرزندانم، دنیا تنها کنعان نیست. شهرهای بسیاری دیگر و فرمانروایان زیادی در دنیا حکومت می‌کنند. اما روزی خواهد رسید که جهان تنها یک حاکم و یک حکومت خواهد داشت و حاکم کل جهان بیشک صالح ترین انسان و حکومت او بهترین حکومت جهان خواهد. آن حاکم صالح کیست پدر بزرگ؟ تو جرشون پسر شمعون هستی؟ بله پدر بزرگ. نمیدانم فرزندم، اما میدانم که از بندگان صالح خداوند است و بعد از بعثت آخرین پیامبر حکومت خود را تشکیل خواهد داد. آخرین پیامبر را میشناسید پدر بزرگ؟ تو اشبیل پسر بنیامین هستی، میدانم. آری پسرم، میشناسم. همه پیامبران او را میشناسند. همه آمده اند که مژده آمدن او را بدهند. او را احمد نام است. احمد؟ آری، احمد. از ذریه عمویم اسماعیل ذبیح الله است. چه بوی خوشی. این رایحه از آوردن نام احمد هست. من بوی یوسف را استشمام می کنم. چه گفتید پدر؟ اگر مرا دیوار نخوانید، من بوی یوسف را احساس میکنم. بس کنید پدر، یوسف کجا بود؟ اشتباه میکنید.
ما که بویی احساس نمی کنیم. 30 سال پیش یوسف مرده، شما اکنون بویش رو احساس می کنید؟ او نمرده، یوسف من نمرده. من هیچگاه یوسف را مرده نپنداشتم. یوسف من زنده است. امروز را به خاطر بسپارید. من بوی یوسف را احساس می کنم. شنیدید؟ ما به فکر شوهران و شکم گرسنه فرزندانمان هستیم، او به فکر یوسف است. سفر خوشی داشت. امیدوارم که بار دیگر شما رو با یعقوب نبی ببینم. امید دیدار. امید دیدار. امید دیدار. مراقب باشی. باز بریم. خدا نگهدار. امید دیدار. منتظرتان هست. سال از قحطی مصر میگوید. اگر باران نبارد مصریان نابود خواهد. نیل خشکیده است. تا 2 سال دیگر باران میبارد. این وعده یوسف است. ده روز است که بوی یوسف را استشمام می کند. یک نفر می آید. یک استبان به سوی کنعان می آید. آمد.
سلام پدر. سلام پسرم. خوش آمدید. سپاسگزارم. سلام پدر. نوی تویی پسرم، چقدر نگرانت بودم. خوشحالم که شما را میبینم پدر، من هم نگرانتان بودم. بوی یوسف میآید. یوسف را به همراه آورده ای؟ آرام باش پدر، آرام باش. هم آری هم نه، من نشانه ای از یوسف آوردم. نشانه؟ چه نشانه ای؟ پیراهن یوسف را برای تان آوردم پدر. پیراهنی که به رنگ نقره و درخشان است؟ آری همان است، من آن را میشناسم. این جبه ولایت است، با آن باید به خضوع رفتار کنید. این پیراهن از جدم ابراهیم به پدرم اسحاق و از ایشان به من رسیده. این باید نزد یوسف باشد. آن را از کجا آورده ای؟ یوسف این پیراهن را به من داده پدر. یوسف؟ یوسف؟ چه گفتی پسرم؟ من درست شنیدم؟ یوسف را چه شده؟ یوسف را چیزی نشده پدر، ما یوسف را یافته ایم. برادرم یوسف همان عزیز مصر است. عزیز مصر یوسف گمگشته ماست پدر. پدر شما را چه شده پدر؟ نگران نباشید، چیزی نیست. یا نبی الله چه شده؟ چیزی نیست. پس خودش کجاست؟ من از این پیراهن آوردن ها خاطره خوشی ندارم. پیش از این یک بار پیراهن خونین یوسف را آوردید اما خودش نیامد. این بار هم پیراهن یوسف را آوردید بدون خودش. وای، یوسف را نمی توانستم با خود بیاورم چون او عزیز مصر است. گفته بودم این پیراهن را از خود دور نکنم. چرا او را به تو داده؟ به خاطر شما آن را از خود دور کرده. گفتین پیراهن می تواند پدر را شفا داده و دیدگان شما را بینا کند پدر. این پیراهن شفا می دهد؟ نگفتم؟ نگفتم یوسف بر من ولایت دارد؟ اگر نداشت که پیراهنش نمی توانست شفا بخش دیدگان من باشد. خدایا عشق چه ها که نمی کند، عشق چه ها که نمی کند. مبارک است یعقوب. ده روز است که من بوی یوسف را احساس می کنم. همه می گفتند دیوانه شدم. آنها با عالم عشق بیگانند. پیراهن یوسف ده روز پیش از مصر به سوی تو آمد. من از ده روز را بوی یوسف را ادراک می کنم. بیشتر از چاه یوسف گذشتی و بوی یوسف را احساس نکردی. پس چرا امروز از این راه دور؟ آنگونه که امروز مقام و مرتبت ولایت را درک می کنی آن روز نمی کردی. پس درست فهمیدم، یوسف بر من ولایت داشت. آری، تو در فراق ولی مویه می کردی و همین مویه با انتظار تو را به جایگاهی والاتر از گذشته رسانده است. عشق به ولایت هر دیده ای را بینا می کند. یوسف و عنایت پروردگارم دوباره مرا بینا کرد.
پیراهنی که ابراهیم را از آتش نمرود نجات داد چشمان مرا شفا نمیدهد. پس برادرانت نگران نباشید، بیاییم پدر. یوسف چه؟ یوسف هم با آنان است؟ نه پدر، ما به دیدار او خواهیم رفت با تمام اعوان و امثار خود. پروردگارا سپاس گزارا. خدایش نبی خدا میباز. نگفتم پدر اینجا نیست. اینجا کلبه احزان است، پدر که دیگر محزون نیست. حتما چشمان پدر بینا شده و پس از سالها دوباره به خانه بازگشته است. همینطور است. چون میدانستم که امروز شما باز میگردید منتظرتان ماندم. سلام پدر، شما اینجا هستید؟ سلام عزیز پدر. خوشحالم از اینکه دوباره شما رو میبینم پدر. چشمان شما بینا شده، شما میبینید. این از معجزه پیراهن برادرت یوسف است پسرم. سلام پدر. درود بر نبی خدا. سلام پدر. چشمان پدر میبیند. چشمان پدر بینا شده. چشمان نداره. بینا شده. چطور؟ سلام بر نبی خدا. درود بر تو پدر. سلام پدر. سلام. عبدالرد ما رو نبخشه در از ما دید باشه. خوشحال نیستی؟ چرا؟ اما فکر به گذشته تلخ آرامم نمی گذارد. پدر ناراحت است؟ طبیعی است، مخصوصا که حالا فهمیده از فرزندانش چه خطایی بزرگی مرتکب شدند. خشمگین است. خداوند را شکر میگویم که در خطای برادرانم شریک نیستم. چقدر به شما گفتم توبه کنید، چقدر گفتم حقیقت را بگویید و مرا از اندوه نجات دهید. میدانیم که ما خطا کاریم و با برادر خود بد کرده ایم. با این همه از شما طلب بخشش داریم. ستمکارتر و بی‌ترحم‌تر از شما هم هست. شما ابتدا از خداوند طلب بخشش کنید، نه از من. اگر از ترس رسوایی بین مردم نبود پیش از اینها اقرار میکردیم. ترس از نفرین شما مانع افشای حقیقت بود، وگرنه میگفتیم. خداوند که بر اعمال شما آگاه بود. من میگویم چرا در خلوت و در پیشگاه خداوند از گناهان خود توبه نکردید.
پیراهن را میشناسید؟ پیراهن خونین یوسف است. این را برای چنین روزی نگه داشتم، روزی که حقایق برملا شود. شرم نمی کنید؟ این چه ستم بود با پدر؟ شما که گفتید یوسف را گرگ دریده، پس چه شد؟ یوسف که زنده است. میخواستید مانع سروری و برتری یوسف شوید ها؟ ایستادگی در برابر اراده خداوند؟ شرم نکردید؟ یوسف ما را بخشید. شما هم اگر بزرگواری کرده عفومون کنید، بیشک خداوند نیز از ما خواهد گذشت. نزدیک به 40 سال مرا رنج دادید، اینک با یک بار طلب مغفرت توقع بخشش دارید. بروید، بروید. تا مدتی در انتظار بخشش سپری نکنید شما را نخواهم بخشید. یعنی شما آنها را نخواهید بخشید؟ اینها قدر بخششی که به سهولت حاصل شود نمی دانند. نگران این باش که خداوند آنها را نبخشد.